زندگی نامه حضرت شاه چراغ. آیا شما با حضرت شاه چراغ آشنایی دارین؟ امروز خواستم این حضرت را برای شما عزیزان با معرفی بگیرین که اصل و نسب آن حضرت به کدام یک از امامان ریشه و وصل دارد. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. پدر و مادر حضرت سید امیر احمد علیه السلام ملقب به شاه چراغ و سید السادات فرزند بزرگوار امام موسی کاظم علیه السلام می باشد. مادر وی مشهور به ام احمد مادر بعضی از فرزندان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بوده است. ایشان داناترین، پرهیزگارترین و گرامیترین زنان در نزد آن حضرت بودند و حضرت اسرار خود را به وی می گفتند و امانتشان را نزد وی به ودیعه می گذاشتند. بیعت با علی ابن موسی رضا علیه السلام. چون خبر شهادت حضرت موسی کاظم علیه السلام امام هفتم در مدینه شایع شد، مردم به در خانه ام احمد مادر حضرت شاه چراغ یعنی احمد ابن موسی گرد آمدند و حضرت سید میر احمد را با خود به مسجد بردند، زیرا از جلالت قدر و شخصیت بارز و اطلاع بر عبادات و طاعات و نشر شرایع و احکام و ظهور کرامات و بروز خوارق عادات که در آن جناب سراغ داشتند گمان کردند که پس از وفات پدرش امام موسی بن جعفر علیه السلام امام به حق و خلیفه آن حضرت فرزندش احمد است. به همین جهت در امر امامت با حضرتش بیعت کردند و او نیز از مردم مدینه بیعت بگرفت. سپس بر منبر بالا رفت، خطبه‌ای در کمال فصاحت و بلاغت انشا و قرائت فرمود. آنگاه تمامی حاضرین را مخاطب ساخته و خواست که غایبین را نیز آگاه سازد و فرمود: همچنان که اکنون تمامی شما در بیعت من هستید، من خود در بیعت برادرم علی ابن موسی علیه السلام می باشم. بدانید بعد از پدرم برادرم علی امام و خلیفه به حق و ولی خداست و از جانب خدا و رسول صلی الله علیه و آله و سلم او بر من و شما فرض و واجب است که امر آن بزرگوار را اطاعت کنیم و به هر چه امر می‌فرماید گردن نهیم. پس از شمعی از فضایل و جلالت قدر برادرش علی علیه السلام را بیان فرمود تا آنجا که همه حاضران گفته های آن بزرگوار را اطاعت کردند. ابتدا او بیعت را از مردم برداشت، سپس گروه حاضران در خدمت احمد و در خانه حضرت امام علی ابن موسی علیه السلام آمده همگی با آن جناب بر امامت و وصایت و جانشینی امام موسی بن جعفر علیه السلام بیعت نمودند و حضرت امام رضا علیه السلام درباره برادرش احمد دعا کرد و فرمود: همچنان که حق را پنهان و ضایع نگذاشتی، خداوند در دنیا و آخرت تو را ضایع نگرداند. شیعیان و محبان اهل بیت علیه السلام پس از حضور بابرکت امام هشتم علیه السلام در خراسان برای زیارت چهره تابناک امامت و ولایت از نقاط مختلف به سوی ایران حرکت میکنند. حضرت احمد ابن موسی علیه السلام نیز در همین سالها یعنی بین سال 198 تا 203 هجری قمری با جناب سید امیر محمد عابد و سید علاءالدین حسین برادران ایشان و جمع زیادی از بزرگزادگان و محبان اهل بیت علیه السلام و قصد زیارت حضرت رضا علیه السلام از مدینه حرکت می نمایند تا از طریق شیراز به طوس عزیمت کنند. در بین راه نیز عده کثیری از شیعیان به آنان ملحق می شوند. خبر حرکت چنین قافله بزرگی مأمون خلیفه عباسی را به وحشت انداخت. در
در زمانی که حضرت امام علی ابن موسی علیه السلام با ولایت عهدی تحمیلی در طوس خراسان بودند، حضرت احمد ابن موسی علیه السلام با اتفاق جناب سید محمد عابد و جناب سید علاءالدین حسین برادران خود و جمعی دیگر از برادرزادگان و اقارب و دوستان به قصد زیارت آن حضرت از حجاز به سمت خراسان حرکت کردند. در بین راه نیز جمع کثیری از شیعیان و علاقمندان به خاندان رسالت و سادات معظم ملحق و به اتفاق حرکت نمودند، تا جایی که می نویسند به نزدیک شیراز که رسیدند تقریبا یک قافله 15,000 نفری از زنان و مردان تشکیل شده بود. خبر حرکت این کاروان را به خلیفه وقت مأمون دادند. وی ترسید که اگر چنین جمعیتی از بنی هاشم و دوستداران و فدایان آنها به طوس برسند، اسباب تزلزل مقام خلافت می‌گردد. لذا امریه‌ای صادر نبود و تمام حکام بلاد که در هر کجا که قافله بنی هاشم رسیدند، مانع از حرکت شوید و آنها را به سمت مدینه برگردانید. به هر کجا این حکم رسید، قافله حرکت کرده بود مگر شیراز. حاکم شیراز مردی به نام قتلق خان بود. وی با 40,000 لشکر جرار در خان زنیان در 8 فرسخی شیراز اردو زد و همین که قافله بنی هاشم رسیدند، پیغام داد که حسب الامر خلیفه آقایان از همینجا باید برگردید. حضرت سید احمد علیه السلام فرمود: ما قصدی از این مسافرت نداریم جز دیدار برادر بزرگوارمان. اما لشکر قتلق خان راه را بستند و جنگ شدید خونین شروع شد. اما لشکر در اثر فشار و شجاعت بنی هاشم پراکنده شدند. لشکر شکست خورده تدبیری اندیشیدند. بالای بلندی ها فریاد زدند: الان خبر رسید که ولیعهد امام هشام علیه السلام وفات کرد. این خبر مانند برق ارکان وجود مردمان سست عنصر را تکان داده، از اطراف امامزادگان متفرق شدند. جناب سید احمد علیه السلام شبانه با برادران و اقارب از بیراهه به شیراز رهسپار گردیدند و با لباس مبدل پراکنده شدند. حضرت احمد ابن موسی علیه السلام برای امان از گزند حکومت به همراه برادر خود مخفیانه به شیراز رهسپار شد. سید احمد در شهر شیراز در منزل یکی از شیعیان در منطقه سردرک که مرقد ایشان در این منطقه واقع است، سکنا گزیده و در خانه ایشان مخفی شدند و شب و روز را به عبادت می گذراندند. قتلق خان که جاسوسانی را برای شناسایی و دستگیر نمودن سادات که از مناطق خود فرار نموده بودند قرار داده بود، مکان ایشان را بعد از یک سال یافت و او و همراهانشان را محاصره نموده و نبردی بین آنها و ماموران حکومت در گرفت و سید احمد با شهامت و شجاعت هاشمی خود به دفاع از خود و همراهانش پرداخت. هنگامی که قتلق دانست که از طریق ستیز مسلحانه قدرت از میان بردن آنها را ندارد، از طریق همسایه وارد خانه شدند و از طریق شکافی که در خانه همسایه درست کردند وارد خانه‌ای که سید احمد در آن پناه برده بود شدند و زمانی که او برای استراحت و تجدید قوا پس از نبردی طولانی به خانه رفته بود، هنگام خروج با شمشیری بر سر او ضربه‌ای وارد کردند. سپس به دستور قتلق خان خانه را بر روی آن حضرت خراب کردند و بدن شریف آن حضرت زیر آوار باقی ماند. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکس مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.
Thank you.